کتاب تلوس فصل 16 مترجم مریم کانال سوفیا ساناندا تلوس یک کتابخانه زنده با سلام خدمت شما دوستانم یکی از نام‌های من توماس است یکی از بزرگان تلوس من فقط چند روز قبل از نابودی قاره خودمان آمدم تا در کوه زندگی کنم. من برادر اورلیا در آخرین زندگی او در لموریا بودم. او چندین سال خواهر بزرگتر من بود. به دلیل موقعیت رهبری که در آن زمان داشت بسیار سرش شلوغ بود اما همیشه برای من وقت می‌گذاشت و همیشه با محبت و مهربانی با من رفتار می‌کرد. من اون را اینگونه به یاد می آورم و بسیار خوشحالم که این فرصت را دارم که امروز روی سطح زمین شنیده شوم و انرژی هایم را با عشق فراوان به شما تقدیم کنم. زمان ما در تلوس در 12,000 سال گذشته واقعا از یک طرف بسیار شگفت انگیز بوده است و از طرف دیگر ما درد جدایی از اعضای خانواده خود را که در سطح زندگی می کنند احساس کرده ایم. با این امید در قلب خود آماده می شویم تا هرچه سریع‌تر با شما ملموس‌تر متحد شویم. اما درک کنید دوستان من، این فرکانس در فرکانس سبودی نخواهد بود. همانطور که اکنون می دانید شما باید حداقل در 2/3 راه رسیدن به بعد 5 با ما ملاقات کنید. مأموریت ما در تلوس به طور کامل انجام نخواهد شد مگر اینکه همه ما دوباره به عنوان یک تمدن متعهد شویم. همه بزرگان تلوس اساساً آنهایی که با شما در ارتباط بودند، گاهی در شورای 12 لموریان و گاهی در دولت شهر ما سمتی داشتند. اما اکنون ما عقب نشینی کرده ایم تا جوانترها بتوانند این سمتها را داشته باشند. ما معتقدیم که باید به همه فرصت داده شود تا تحت هدایت کمیته مشورتی بزرگان زمام امور را در دست بگیرند و نقش رهبری را تجربه کنند. اکثر بزرگان تلوس خانواده هایی دارند که تعداد آنها به شدت افزایش یافته است. ما فرزندان، نوه ها و نسل های دیگری داریم که هرگز ابعاد شما را از نظر فیزیکی تجربه نکردند. آنها اکنون بیشتر و بیشتر کنجکاو می شوند تا زندگی در سطح را تجربه کنند. آنها شجاعت شما را به خاطر اینکه بارها و بارها در چنین موقعیت های دشواری تجسم یافته اید ارج می نهند. بنابراین بسیاری از ما به ویژه جوانترها اکنون مشتاقانه منتظر روزی هستیم که شما تمام خشونت‌ها را از بین ببرید. ما در قلب و ذهن خود آرزو می‌کنیم که بیرون بیاییم و به شما کمک کنیم. در تلوس یکی از مشاغل من این است که مسئول کتابخانه وسیعی هستم که حاوی صفحات کریستالی است که تمام تاریخ فرهنگ لموریان از ابتدا تا انتها و همچنین تمام آنچه در درون و بیرون رخ داده است از زمان نابودی فیزیکی قاره مادران ثبت شده است. کتابخانه ما همچنین حاوی تمام سوابق تاریخ واقعی سیاره ماست که بشریت از سطح اطلاع کمی از آن دارد. من تیم فوق‌العاده‌ای دارم که با من کار می‌کنند. در واقع تیمی بسیار بزرگ و ما مدت زمان زیادی است که مشغول تکثیر تمام اطلاعات خود به زبانهای مختلف بوده ایم و برای زمانی آماده می شویم که در دسترس شما قرار گیرد تا دانش و خرد خود را گسترش دهید. این زمانی است که عزیزان من می توانید به تاریخ واقعی و شگفت انگیز سیاره خود، مادر زمین خود و تمدنهای بسیاری که در اینجا زندگی کردن دسترسی پیدا کنید. تاریخ کامل و دقیق سیاره شما هرگز توسط مورخان شما در 12,000 سال گذشته شناخته نشده است. آنچه فکر می‌کنید می‌دانید بسیار محدود است و تنها بخش‌های تحریف شده تاریخ واقعی را نشان می‌دهد. سوابق واقعی تا زمانی که منتشر نشوند در دسترس نخواهند بود.
بسیاری از مورخان شما تمام تلاش خود را برای نوشتن برداشت‌های خود از تاریخ زمین انجام دادند، اما هیچ کدام از آنها به اندازه‌ای روشن فکر نبودند که بخش‌هایی از آن را به دقت درک یا تشخیص دهند، چه برسد به کل داستان. هنگامی که به شما اجازه این نوع اکتشاف داده شود، می توانید به تمامی این اطلاعات دسترسی داشته باشید. ما از حالا لبخند می زنیم، زیرا می دانیم که شما متعجب، حیرت زده و شگفت زده خواهید شد. قبل از مرگ لموریا تمام سوابق به تلوس منتقل شد تا برای دانش و خرد نسل‌های آینده حفظ شود. ما یک کتابخانه زنده داریم، نه تنها برای این سیاره، بلکه برای کهکشان و کل این جهان. ما می دانستیم که تعدادی کمی از اطلاعات اگر وجود داشته باشد از دست دادن دو قاره بزرگ و سختی های پس از آن جان سالم به در نخواهد برد. تصور من این است که ظرف 20 سال آینده یا زودتر نسخه های تکراری کل سابقه ما برای همه شما برای مشورت و مطالعه در زمان فراغت خود دوباره به سطح معرفی شود. از چنین اطلاعات گسترده و دقیقی خرد زیادی به دست خواهید آورد. فناوری خواندن این صفحات کریستالی نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. مجموعه کاملی از این اطلاعات در بسیاری از نقاط این سیاره در دسترس خواهد بود. این وظیفه بزرگی است که ما متعهد می شویم که آن را به نفع شما سازماندهی کنیم. کار ما کاری از روی عشق است و با خوشحالی فراوان این خدمات را انجام می دهیم تا در آینده نه چندان دور دسترسی شما را به تاریخ زمین فراهم کنیم. امروز با عشق فراوان شما سه نفر، اورلیا و دو خانم دیگر که در آن لحظه در آنجا حضور داشتند، را در آغوش می گیرم. شما واقعا بخشی از خواهر تلوس در سیاره داخلی هستید. ما شما را چنین می دانیم. تعداد بیشتری از شما در سطح وجود دارند که جذب این مطالب می شوند که آنها نیز بخشی از آن خواهرها و برادرها هستند، خواه از آنها آگاه باشند یا نباشند. من می دانم که شما قلب خود را به آداما، آهنامار، گالاتیا، سلسیتیا و چند نفر دیگر که در تلوس می شناسید باز کرده اید. اکنون خود را معرفی می کنم و از شما دعوت می کنم که خود را به روی من نیز باز کنید. من مشتاق و مایل هستم که دوباره با همه شما ارتباط برقرار کنم تا در افزایش شادی و درک خود به شما کمک کنم. تا زمانی که دوباره همدیگر را ملاقات کنیم، شما را در قلب خود بسیار عزیز می دانم. پایان بخش 16.